اشکان قبل از اینکه به کمپ آینده بیاد فقط یه دوست ایرانی آمریکایی داشت. فارسی شما خیلی ضعیف بود. You know, before I felt like I was almost walking the fence. قبل از اینجا احساس می‌کردم بین هویت ایرانی و آمریکایی هم گیر افتادم. اما دو سال پیش که برای اولین بار اومد کمپ آینده، این حس کاملا عوض شد. یه چیز جدیدی در مورد خودش کشف کرده بود. Originally I felt more guilty that I wasn't in touch with my Iranian side. قبلا از آب وجدان داشتم که خیلی به نیمه ایرانی هم نزدیک نیستم. احساس میکردم با خانوادم ارتباط زیادی ندارم. اما تو کمپ آینده یاد گرفتم که هنوز فرصت دارم یاد بگیرم و رشد کنم. و اینکه قبلا بلد نبودم، معنیش این نیست که هیچ وقت نمیتونم شروع کنم. داستان اشکان چیز تازه‌ای نیست. اینجا تو آمریکا نسل دوم مهاجران همیشه بین دو فرهنگ سردرگم بودن. اینجا تو کمپ آینده همه تجربه زندگی دوگانه رو دارن. تو مدرسه آمریکایی هستن و تو خونه ایرانی. Some of my hobbies and interests are slam poetry and سرگرمی مورد علاقه من شب شعر و یاد گرفتن زبان‌های مختلفه. خیلی هم به تجارت منصفانه اهمیت میدم. درسته، گفت شب شعر و تجارت منصفانه. رکسان مشکلی نداره که بخواد دو فرهنگش رو با هم ترکیب کنه. میگه اینو از مادرش یاد گرفته. Even though a lot of the things that we talk about خیلی از این چیزایی که تو اردو درباره تاریخ ایران و آمریکا و هویتمون یاد میگیریم من قبلا از مادرم یاد گرفتم، اما کمپ آینده‌ام دوست دارم چون اینا رو از یه زاویه دیگه ای بهم یاد میدن. من چون ریشه‌های محکمی دارم میدونم که ارزش‌های ایرانی من با هم باقی میمونه و من زنده نگهشون میدارم. And I'm gonna keep that alive. The very first year I came to camp, it became like a second home to me. اولین باری که اومدم این کمپ شده بود خونه دومم. لیلی امسال درسش رو تو دانشگاه میشیگان شروع میکنه. اون یه اختلاف فرهنگی ساده رو با آدم‌های غیر ایرانی توضیح میده و داستان تعارف کردن رو با یکی از دوستانش تعریف میکنه. نمیفهمیدن که من داشتم سعی میکردم مؤدب باشم و گاهی باید اصرار کنم. آمریکایی‌ها اینو نمیگن. تو کلاسم که میخوام براشون توضیح بدم هیچ کلمه انگلیسی براش پیدا نمیکنم. یکی از موضوعهای اردوی امسال همبستگی با آمریکایی‌های عرب تبار بود. گروه بزرگ دیگه‌ای از مهاجران در آمریکا. با اینکه اختلاف‌های زیادی دارند، اما از حمله 11 سپتامبر 2001 به بعد تجربه‌های مشابهی داشتند. امسال کمپ آینده یک ربخان سوری آمریکایی به اسم عمر آفندوم را دعوت کرده بود تا از تجربه‌های جامعه عرب آمریکایی بگه. ندا این رو خوب می‌فهمه. اون بعد از 11 سپتامبر خودش از هویت ایرانیش جدا کرد. Actually my name is Neda, so actually ask people to call me Ned. من ندا هستم. از دیگران میخواستم ند صدام کنن که یه اسم آمریکاییه. حتی به مامانم التماس میکردم که بذاره موهامو بور کنم. اما اردو بهش یک چشم انداز جدید نشون داد. But then when I came to Camp Ayandeh, I realized that like that is part of who I am. وقتی اومدم کمپ آینده فهمیدم این بخشی از هویت منه. یه قسمتی از شخصیتم بود که خیلی وقت بود قایمش میکردم. اومدم اینجا احساس کردم میتونم خودم باشم. میتونم شخصیتم رو به بقیه نشون بدم. اون سال که به خونه برگشت، یک گروه اتحاد ایرانی درست کرد و آمریکایی ها رو به مهمونی دعوت میکرد. ندا میگه بین همکلاسی هاش حالا قبولش کردن و بهش احترام میذارن. فهمیدن که هویت خودم رو قبول کردم. کامران با بقیه مهاجرها احساس خویشاوندی میکنه. It's not necessarily just being an Iranian American. We talk about issues here, racism for one thing. موضوع فقط ایرانی آمریکایی بودن نیست. راجع به چیزهای دیگه هم حرف میزنیم. مثلا نژادپرستی. ما تنها نژادی نیستیم که با این مسئله درگیریم. کمپ به کامران یاد داد که توانمندی از راه تحصیل میتونه ابزار قدرتمندی باشه. نه فقط برای ایرانی ها، بلکه برای همه. کمپ آینده مخصوص دانش آموزان دبیرستانی ایرانی آمریکایی طراحی شده. اما چیزی که از این کمپ یاد میگیرین مخصوص یک ملت نیست، اینکه چطور بتونن یک شهروند جهانی باشن.